اثر از استاد مسعود سیدی هست. این تابلو سراسی در 3.50 سال هست، سب امپرسونیستی و طولوی کاروان هست. صبحگاه هست که اشایر به یا کوچه ها از یک مسیر حرکت میکنن میرن به جایگاه خود. بعد تابلو در این قسمت این تابلو در درخت ها با درخت های گیه ها بسیم میکنه. این پرسونیستی با کاردک به افزار ساخته شده که رنگ های این پرسونیستی رو این تابلو کرده بودی قسمت سخه سنگ هست. اینجا چادری هست که اشعار چادر زدن و اینجا هم بیوانت میچرن. ولی قسمت تابلو روسته ها و جنگل ها درخت های دور هست که کوه با آنیت های رنگ های قرمز و زیبا در طول صبح باشی شده. این سالبان هست که در رنگ های درست های امپرسیمیستی به شطور بزیار شطور به سواکاران شطور خانه های رنگ های بزیار درست های امپرسیمیستی نقاشی شده. این شامل است که دریچه پول هست که نور آفتاب رفلکس شده های آب زیبایی اونشون را برده. از طرفی هم این مثل جایگاهی هست که نور سایه های حیوانات و اشخاصی که در این کاروان عبور میکنن افتاده. در این قسمت هم دریچه هایی هست که برای نگهداری پل استاد طبعا احساس کرده که انسان چه پدیده وجود میاره و سنگ ها و سنگ های مختلف هستن اونجا که میکنن مختلف زیبایی کاروان و فضای جمع رو در خود اختصاص دادن. در این قسمت رنگ های بسیار زیبا و خشن هست که مربوط به انترسپ و انترسنسی هست. این شطور هم بگوییم که ابزاراتی که بزاریم که هم میکنه شخص اینجا باز برانتای این پرسنسی نقاشی شده در این بداد بزار آب هست که نور گرفته و محکس کنه روی زرد به نوریجی. و در این قسمت هم سخنه کوی آب کوی دومی هست کوی سرانی موسیقی بلند در اختیار نزدیک تر که با رنگ قرمزتر و در قسمت جایگاه های سنگ این کار بازم این پرسنستی شطور هایی کنید. در این کاروان پنج تا شطور هست. اینجا ها رنگ ها بسیار رنگ های زیبا در قسمت هست که نقاشی رو رعایت کرده. این گربه هست و این گربه جوزدار هست که در انسان های زندگی می کنید. در این قسمت هم این تابلو نقاش رو بود که رنگ های درخت های زردی بیشتر رو در قسمت ایجاد کرده بود. زمین سنگ ها هم زمین های تاریک می بدهیم که درخت اونجا ایجاد تاریکی بده و پایین تر از این پل هست. این پل پایین هست و قسمت دیزاین شده. پرسپکتیو این تابلو بسیار بالا هست و تابلو تابلوی